اون رو شنیدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت. هر وقت که به یاد میآورم خود شما در این تحمل دردهای جانکاه جسمانی با چه دردهای جانگداز روحی نیز دست به گریبان بودید و این همه را با چه قدرت و بلندبینی عارفانه‌ای میپذیرفتید در خود نیروی تازه مییابم. همچنان که فرح پهلوی همسر شاه یک سال پس از درگذشت او میگفت، شاه در روزهای آخر سلطنتش بسیار در رنج بود و تنها. از اطرافیان او، آنها که نرفته بودند، از آینده خیش بیمناک بودند. داریوش و همایون، وزیر پیشین، در همان روزها به همراه گروهی از مقامات دستگیر شده بود. خالی شدن پیرامون شاه از همون وقت شروع شد. خود من بسیار زیر فشار بودم که از ایران برم. دوستانم خیلی به من اصرار کردند. خانه هاشون رو در خارج از ایران به من عرضه می کردند که برم اونجا بمونم، در امریکا، در جنوب فرانسه. و می گفتند که ببین چه به سر همکاران سابقتون داره میاد و این مملکت طور دیگری داره پیش میره. این که ما نخواستیم این صحبت ها رو باور کنیم یا باور هم کردیم و اهمیت ندادیم، اون یه بحث دیگری است. ولی در این شک نیست که مثلا کسی مانند رئیس شرکت ملی نفت ایران بعد از اون حادثه بود که از ایران رفت و یکی از نخست وزیران پیشین که دوست خیلی نزدیک من بود، شب پیش از این که ما رو دستگیر بکنند در تلاش به دست آوردن بلیتی بود برای اینکه از ایران بره. البته وقتی رفته بود میخواست برگرده، بازم نمیدونستیم که چه میشه این مملکت. ولی به هر حال خیلی ها شروع کردند دوروبر شاه رو خالی کردن. وقتی ما رو گرفته بودند، یکی از دوستان من که اون وقت معاون قائم مقام شرکت ملی نفت ایران بود برای من تعریف میکرد که هر وقت به دیدن شاه میرفته، چون روزای مثلا اینکه مثلا یک شنبه دو شنبه روزای شرفیابیش بود، میگفت اگر شاه قیافش گرفته بود در اون ملاقات، او با این احساس از ملاقات میامد که نوبت او هم فرا رسیده و در این شرایط طبیعی است که کسی برای شاه سینه سپر نکرد. و بسیاری از کسانی هم که میتوانستند برای شاه سینه سپر کنند، به گفته احسان نراقی، از ایران رفته بودند. دو جلسه آخری که رفتم پلوش، ماشین نبود، اعتصاب بود، اتوستوب کردم، یکیسی من آورد. بعد من رسیدم و اینا رو گفتم که قربان، امروز شخصی من آورد، اتوستوب کردم، یه جوانی که از امریکا آمده. گفت چرا اتوستوب؟ گفتم برای که اعتصاب بود دیگه، تو مؤسسه اعتصاب بود، من نمیخواستم اعتصابشون رو بشکنم، میخواستم به گوشش بزنم که اعتصاب چیه. گفت من محترمه. بعد سوار شدم و شخصی من می آورد و گفت کجا میری؟ گفتم من میرم کاخ نیاورم. گفت ممکن سوال کنم برای چی میرین؟ گفتم میرم وقت ملاقات دارم با علازاد. بعد اون جوان گفت عجب عجب، ما فکر میکردیم که اینایی که میرن به پیش اعلیحضرت با رویز رویز و کادیاک میرن، حالا شما که ماشین هم نداری. گفتم خب کادیاک و رویز رویز سواران رفتن فلوریدا و لس آنجلس و کوت دازورن. البته این از این حرف هم خوشش اومد هم ناراحت شد، ناراحت شد که خب اطرافیانش رفتن، خوشش اومد که باز هنوز یه عده هستن که با اتوستوب میان و میان دیدنش. به طوری که اینقدر بهش اثر کرده بود، دفعه بعد که رفتم 7 8 روز بعد گفت بالاخره امروز هم با ماشین اومدید، با چی اومدین؟ بنزین پیدا کردین؟ گفتم اتفاقا امروز هم قربان با اتوستوب اومدم و اینا. کسی دور و برش نبود دیگه. ویلیام سالیوان، سفیر وقت امریکا در تهران، میگوید حتی کسانی هم که از رشد اقتصادی دوران او بهره برده بودند به او پشت کردند و شاه این بی کسی و تنهایی را احساس می کرد. He had thought and indeed said to me several times that the young middle class people who had been educated largely through his provenance. شاه تصور می کرد و چندین بار هم به من گفته بود که طبقه متوسط جوان که بیشترشان در دوره او تحصیل کرده و بار آمده بودند، نفعشان در بقای این رژیم است و بنابراین از او و نظام سلطنتی حمایت خواهند کرد تا حرکت ایران در جهت ترقی و پیشرفت را حفظ کنند. اما بعد معلوم شد که این گروه بیشتر هوای خودشان را دارند و سرشان گرم بیرون بردن پول و داراییشان به خارج از کشور است. آن وقت من متوجه شدم که برای شاه دیگر هیچ کانون حمایتی جز ارتش باقی نمانده است. اما ارتش هم که امکان عمل به آن نمی‌دادند،
داشت درسرد می شد و تواناییش را برای قاطعیت در سرکوب انقلاب هرچی بیشتر از دست می داد. ارتش بود ازهاری در این میان در حالی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس رفت که بر اثر اعتصابات تهران برق نداشت و اخبار ایران همچنان در خارج جلب توجه می کرد. پارلمان ایران امروز پیرامون دادن رأی اعتماد به دولت نظامی جنرال ازهاری که دو هفته است بر سر کار آمده است به بحث پرداخت. اما خبرنگار بی بی سی در تهران می گوید که این بحث ها در مجلس زمانی صورت می گرفت که موج جدیدی از اعتصابات فلج سازنده آغاز شده است. خبرنگار بی بی سی در تهران می گوید که حتی درست در موقعی که جنرال ازهاری به دفاع از برنامه شش ماده‌ای خود در مجلس پرداخته بود و خواستار استقرار آرامش و امنیت در سراسر کشور می شد، برق قسمت اعظمی از شهر تهران به علت اعتصاب کارکنان نیروگاه ها قطع شده بود. اعتصاب کارکنان شرکت مخابرات ایران نیز رابطه ایران را عملاً با سایر نقاط جهان قطع کرده است و کارمندان دولت و نیز کارمندان گمرک با اعتصاب خود دولت را تحت فشار قرار دادند. خبرنگار ما در تهران می گوید که تهران در حال حاضر آرام است. بازار تهران که دو هفته پیش به اعتراض به روی کار آمدن دولت نظامی تعطیل شده بود، اینک مجدداً باز شده است. اما تصور می رود که بازار تهران مجدداً چند روز دیگر تعطیل شود. دیگر کسانی چون احسان نراقی که به دیدار شاه می رفتند، به این نتیجه می رسیدند که شاه خود شاهد سقوط خود است. گفت میگن که مرگ بر شاه و اینا، و گفت آزاد باشن یعنی بگن مرگ بر شاه، با یه حالت بغضی اینا. یه روزی من گفت که توی بیمارستان ملکی مادر، بیمارستان قلب، گفت امروز ما خبر دادن امروز ساعت 8 صبح پزشکان و پرستاران در بیمارستان قلب که مادر من ساخته میتینگ دادن و راهپیمایی کردن، دور بیمارستان گشتن و اسم بیمارستان رو تغییر دادن کردن بیمارستان علی شریعتی. بعد زد به سینه‌اش اینجوری کرد، گفت بیمارستانی که مادر من ساخته، مادر من ساخته، اسمش عوض کردن، اسمش عوض کردن. متوجه جریانات نبود که. و داریوش و همایون هم دستگاه حاکمه را در آستانه زوال میدید. کاملا آشکار بود که دستگاه حکومتی نه تنها توانایی بلکه میل به باقی ماندن و حفظ خودش رو هم از دست داده. به طور قریبی یک چیزی شکست در روان و روحیه اون رژیم. سر انتونی پارسونز سفیر وقت بریتانیا تدریجا آینده شاه را تاریک می دید و در دیداری این مطلب را به شاه گفته بود. I remember saying to the Shah in October when people were striking for more pay because they realized the government was weak. I remember saying to him, Your Majesty, I have a terrible feeling that these people have found the way to get rid of it. یادم هست که در اوایل آبان که اعتصاب ها تازه شروع شده بود و مردم دولت را ضعیف می دیدند و درخواست افزایش حقوق و دستمزد داشتند، همون موقع من به شاه گفتم که اعلی حضرت، من احساس بدی دارم که اینها راه مقابله با شما را یاد گرفتند و به زودی خواهند گفت فقط به شرط رفتن شما به سر کار باز خواهند گشت. به شاه گفتم اعلی حضرت، وقتی این اتفاق بیفتد من یکی نمیدانم چه میتوانید بکنید. آمدن محرم فرصتی به مخالفان داد تا به هیئت‌ها و مجالس عزاداری بهتر سازمان دهند و با شعارهای الله اکبر از فراز بام‌ها شهر را تکان دهند. شعارهایی که به گفته احسان نراقی شاه هم شنیده بود. چهارمین روز محرم یک از ملاقات من بود با شاه که الله اکبر شروع شده بود روی پشت بونا. چون الله اکبر صداش میاد، گفت دیشب شما هم شنیدید؟ گفتم بله. گفت اینجا هم صداش میاد، همون ده نیاوران. خب اصلا گیج شده بود دیگه، اصلا الله اکبر اصلا اعصابش رو داغون کرده بود و نمیدونست باش برخورد بکنه به چه نحو. باید خشونت کرد، باید ملایمت کرد، باید واسطه فرستاد، با چیکار کرد. برای شاه در این روزهای بحرانی نظر دولت‌های خارجی مهم بود و مرتب با سفرای امریکا و انگلیس و گاه هم با سفیر شوروی مشورت می‌کرد. انتونی پارسونز که در آن زمان سفیر بریتانیا در ایران بود می‌گوید خود شاه چندین بار از او و سفیر امریکا با هم خواسته بود که به دیدار او بروند. There were countless occasions. I think on two occasions the Shah sent for us together. We never asked to go together.
من بارها به ملاقات شاه رفتم. گمان میکنم دو مرتبه شاه خودش خواسته بود که همراه سولیوان به ملاقاتش بروم. گمان میکنم یک بار هم اتفاقی هر دو با هم آنجا بودیم. من و سولیوان هیچ وقت خودمان درخواست نکردیم که با هم به دیدنش برویم. شاید در مجموع 3 یا 4 مرتبه با هم شاه را ملاقات کردیم. و اینکه بعضی‌ها گفتند ما همیشه با هم به دیدن شاه می‌رفتیم اصلاً درست نیست. صحبت‌ها هم معمولاً جنبه تکراری پیدا می‌کرد. اینکه مسئله چیست و چه باید کرد. در واقع من و سولیوان هر دو در یک مورد با هم اتفاق نظر داشتیم. و اون اینکه بحران مملکت از راه نظامی قابل حل نیست. و من خیلی به این نظر اعتقاد داشتم. شاید حتی بیشتر از سولیوان. البته این نظر شخصی من بود. میدانم که باور کردن این حرف برای خیلی‌ها مشکل است. اما از لندن توصیه و دستور رسمی برای من نمی رسید که به اطلاع شاه برسانم. ویلیام سالیوان سفیر وقت امریکا هم نظر مشابهی دارد. I was seeing him regularly, almost every day, I suppose, more than anyone else except perhaps for the Shabanu, his wife. It was clear that his من مرتبا و تقریبا هر روز او را می دیدم و تصور می کنم که هیچ کس دیگر غیر از شهبانو او را به اندازه من نمی دید. اعتماد به نفسش را داشت از دست می داد و خیلی احساس درماندگی می کرد. من دستوری از واشنگتن نداشتم که مجاز باشم غیر از ابراز تفاهم درباره کارهایی که می کرد و تصمیماتی که می گرفت کار دیگری بکنم. ضمناً چون توصیه های من به واشنگتن تأیید نشده بود، حتی نظر شخصی خودم را هم نمی توانستم به شاه بگویم. بنابراین دوره واقعا ناراحت کننده و یأس‌آوری بود. اردشیر زاهدی وزیر خارجه سابق و سفیر وقت ایران در واشنگتن میگوید که شاه باید اصلا سفرای خارجی را از مملکت بیرون میکرد. من در یکی از تلگرافاتی که به عرض اعلیحضرت رسوندم در اونجا پیشنهاد کردم که سفیر امریکا، سفیر انگلیس، سفیر فرانسه و سفیر شوروی رو در عرض 48 ساعت بخوایم از ایران خارج بشن تا اینا بفهمن در ایران چه میگذره. من در اینجا متاسفانه و درس کنم که اعلیحضرت بعد با اینا شدید رفتار میکرد. هیچ دلیلی نداشت که این سفرا رو انقدر لوس بکنیم که نتیجهش اینا خیال کنن که میتونن در کشور ما دخالت داشته باشن. مملکت یک سیاست روشنی داره. کشورهایی هم که میخوان با ما روابط خوب داشته باشن باید رو روابط احترام متقابل باشه. اگر اونها به آداب و رسوم و به قوانین مملکت ما احترام میذارن ما هم به اونها، اگر نه هیچ دلیلی نداره. ارتش بود قره‌باغی مشکل مشورت با امریکاییان را در این می‌دید که تضادهای درون دستگاه رهبری امریکا در شاه و دستگاه حاکمه ایران هم دوگانگی ایجاد کرده بود. این مسئله اختلافاتی بوده که عیناً در دستگاه آقای جیمی کارتر رئیس جمهور امریکا وجود داشته. یعنی همون دو جبهه‌ای که اونجا وجود داشته، یک جبهه آقای بیرژینسکی بود و طرفدار پشتیبانی از اعلیحضرت بودند و یه جبهه دیگری که کاملا امروز روشن شده که سایرس ونس بود و آقای سالیوان که اجباراً چون خودش صراحتاً می نویسد که من مخالف بودم ولی مجبور بودم که تابع دستورات رئیسم باشم. این دوگانگی کاملا در کارهای اعلیحضرت مشهود بود. یکی دیگه ازش پشتیبانی میکردن، یعنی خواستار این بودن که در مملکت باقی باشد و مملکت حفظ بشه و نظم و ترتیب. یه دیگه معتقد بودن که نخیر، حقوق بشر مقدم بر سایر مسائل و اون نتیجه همین بود که این دوگانگی در دستورات اعلیحضرت از اینجا ناشی میشه. این دوگانگی در امریکا در سطح‌ها و شکل‌های متفاوت بود. زبیگینو بریژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر از کسانی بود که برای بقای شاه خواهان شدت عمل بود. My view throughout the crisis, and I have made no secret of it, was that one should not permit a friendly state with a well-organized army. نظر من در تمام دوره بحران که آن را پنهان هم نمی کردم این بود که نباید گذاشت یک دولت دوست با یک ارتش سازمان یافته که نقش استراتژیک مهمی ایفا میکند از هم بپاشد، بلکه باید این دولت را ترغیب کرد که در حدی متعادل اما مؤثر از قدرت خود، از جمله از نیروهای مسلحش، برای حفظ رابطه‌ای که از حیث استراتژیک مهم بود استفاده کند. برای من غیر قابل قبول بود که بگوییم می شود ایران و ارتشان را تحویل آیت الله خمینی و اطرافیانش داد با این خیال خوش که شاید این کار به نفع غرب تمام شود. اما سایرس فنس وزیر خارجه وقت امریکا میگوید در هدف اصلی ما که حمایت از شاه بود ما هیچ گونه اختلافی نداشتیم.
There were views in the United States with respect to how the Shah ought to handle this growing set of tensions. Should he be... در بین مقامات امریکا نظرات مختلفی بود درباره اینکه مصلحت شاه چیست و چطور میتواند با بحران مقابله کند. اینکه آیا صلاح است که مخالفان را به شدت سرکوب کند یا بهتر است به سیاست فضای باز ادامه بدهد. و البته بین مقامات امریکا اختلاف نظر در این باره وجود داشت، اما همه ما در یک موضوع متفق القول بودیم و آن اینکه شاه و ایران برای ما اهمیت حیاتی دارند و ما باید از شاه حمایت کنیم. در این مورد هیچ اختلاف نظری بین ما نبود. اما پیغام هایی که از جناح‌های دولت امریکا به شاه می رسید ضد و نقیض بود و به گفته احسان نراقی اسباب سردرگمی شاه. نمی دونست اون طرفی که در این 20 سال باش 20 چند سال ازش حمایت کرده حالا واقعا ازش دست کشیده یا نکشیده، چه باید بکنه. این بود که سرگردان بود راجب امریکا، سرگردان بود. مثلا شب تلفن میکرد زاهدی به برژنسکی باش صحبت میکرد و اون میگفت باید مقاومت کرد و ما پشت شما هستیم و اینها. فرداش خودش میگفت سفیر امریکا میاد یه حرف دیگه میزنه. اردشیر زاهدی میگوید رقابت میان جناح‌های امریکا لطمه فراوان به شاه زد. برژنسکی رو باید عرض کنم که تو این افرادی که با کارتر کار میکردن تنها کسی که میتونم بگم وجدانن راستگو بود و عقاید خودش رو، ولو اینکه شاید بعضی عقایدش برای ما قابل قبول نبود، حرفاشو میزد، زیگمونت برژنسکی بود. سایونس علاقه به کار داشت، اطرافیانش هم هر کسی هر سازی میزدن این بیچاره میرقصید. متاسفانه دعوایی که در خود وزارت خارجه بین گروه خود وزارت خارجه بود، افرادی که خب یک شخصی بود به اسم بال که این یه روزی معاون وزارت خارجه امریکا بوده و مدیر کل، این آمد رئیس یه دستگاه تجارتی شده بود در امریکا و این میخواست بره به ایران، آمد پلومن. این میخواست حضور علازت شرفیاب بشه. من به او گفتم شما حق ندارید حضور علازت شرفیاب، شما مقامی نیستید. حالا برای خاطر اینکه با ایران روابطی داشتیم، برای اینکه اینا لوس نشن و نونور نشن، جلو اینا رو میگرفتم و به قول معروف نوکشون هم میچیدم. اصرار زیاد کرد و خواهش کردم بسیار خوب ترتیب میدیم که شما با وزیر اقتصاد و دارایی صحبت کنید. و بخواهی انصاری وزیر دارایی بود که با او ملاقات بکنه. حرف اقتصادی ایشون در یه شرکتی در امریکا کار میکرد، برای منافع شخصش بود. از اونجا این رنجیده خاطر شد که چرا نتونسته حضور علازت شرفیاب بشه. اون وقت هم علازت در شمال تشریف داشتن. من گفتم مگر یه تاجر ایرانی میاد رئیس جمهور میپذیرتش؟ و معتقدم به اینکه روابط باید احترام متقابل باشه، ریسیپروکال باشه به قول خودشون، بنابراین هیچ دلیل نداره. این در اینجا این رو به دل گرفت و در موقعی که کارتر ازش خواسته بود در گزارشات همه رو به ضرر علازت نمیش، برای خاطر اینکه چرا در ایران ازش با اینکه انقدر خوب پذیرایش شده بود ولی این خیال بکرد که ما این مملکت کلونی هستیم با هر غلطی اینا درش رو میخواد بکنیم. نه. ویلیام سالیوان سفیر امریکا در تهران هم رقابت میان شورای امنیت ملی و وزارت خارجه امریکا را به خوبی حس میکرد. واشنگتن واز ان ا توتال ترمویل اس فار اس اتس فارن پالیسی مکانیزم ات دات تایم. The rivalry, the internecine scrapping between the state. در آن موقع واشنگتن از لحاظ عملکرد سیاست خارجی به طور کلی وضع آشفته‌ای داشت. رقابت و مبارزه بین وزارت خارجه و شورای امنیت ملی مخصوصاً در ارتباط با ایران به صورت فضیحت باری در آمده بود. در نتیجه یک رشته خط مرزهای متضاد ارائه می‌شد، چون هر کس که به رئیس جمهور و مقامات تصمیم گیرنده دسترسی بیشتری داشت، ظاهراً می‌توانست نظر خودش را پیش ببرد. اما نه اونطور که تعیین کننده خط مشی کلی و جامعه امریکا باشد. از سوی دیگر به گفته سایرس ونس برای امریکاییان هم مشکل بود به کسی که 37 سال حکومت کرده بگویند چگونه کشورت را اداره کن. The Shah had been in power for some 30 odd years. He had proved to be a very durable leader and therefore شاه بیش از 30 سال سلطنت کرده و نشان داده بود که حکومت مقتدر و ماندگاری دارد. بنابراین ما فکر می‌کردیم وظیفه ما نیست که به او بگوییم چطور مملکتش را اداره کند. کاری که ما می‌توانستیم بکنیم این بود که اگر مشورتی می‌خواست نظرمان را به او بگوییم که چه کند، و ما بارها و بارها به او گفته بودیم که بسیار برایش احترام قائلیم و اوست که باید تصمیم بگیرد و امریکا نمی‌تواند به او بگوید که چه باید بکند. شاه قادر به تصمیم‌گیری نبود و به گفته داریوش و همایون بیماری او بی‌تصمیمی او را تشدید می‌کرد. بیماری شاه مسلما نقش مهمی داشت، آنچنان رو آنچنان تر کرد، ولی آنچنان تر کرد برای اینکه شاه اصولا چنان که کاریرش نشان میده در تمام 37 سال پادشاهیش
کسی نبود که یک تنه در برابر دشواری ها بایسته. در بحران های سخت متکی بود به آدم های نیرومندتر. اگر اون آدم های نیرومندتر در دسترس بودند موقعیت نجات پیدا میکرد، اگر نبودند که آخرهای کار دیگه نبودند و او به کسی اعتماد نداشت، به اون صورت خودش به تنهایی از عهده نمی. خودش ها گرایش طبیعیش به این بود که میدان رو خالی بکنه در مقابل بحران سخت. بیماری گرایش او رو به رها کردن، رفتن، قهر کردن از مردم، و او از مردم قهر کرد. حقیقتا خودش رو مستحق چنین واکنش هایی نمیدید و باور کردنی نبود در آغاز براش تظاهراتی و ضدش میشد. وقتی مسلم شد به کلی رها کرد و ترجیح میداد که اصلا نباشه در اون مملکت. از این پس شاه فقط در جستجوی جانشینی برای خود بود.